با بهترین درودها بر شما هم میهنان عزیز در همه جای جهان با دوشنبه شب دیگر و آغاز برنامه خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا صفحه نخست برنامه های امشب را با برنامه شامگاهی صفحه یک میگوشیم با آخرین خبرها از ایران منطقه و جهان همراه با جستار و کاوشی از تازه هایی از روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخواست مروری بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب جدال برجامی با جنجال مجلسی و تهدید به مرگ ظریف و صالحی از سوی لایه های افراطی پارلمان جمهوری اسلامی ایران فرمید شما ادامه بدین والله در مسائل هستی نه با کندی رو خواهیم شد نه با توقف آب سنگینمون خواهد بود تحقیقاتمون تحقیقات سر خواهد بود پرونده مفتوح محمود احمدی نژاد در تازه ترین اظهار موضع محسنی اجعی سخنگوی قوه قضایی ایران و اعلام صدور حکم قضایی جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی محبوس در ایران و در عرصه خبرها بحران سوریه و اظهار پشتیبانی پیاپی پوتین رئیس جمهور روسیه از این خود کامه خاور میانی احزار کاردار کشور امارات در تهران در پی بازداشت تعدادی از معلمان ایرانی آخرین واکنش ها به انفجار مرگبار بار آنکارا پایتخت ترکیه و بالاخره حمله هوایی ارتش عراق به کاروان ابو بکر البغدادی رهبر داعش و گمانه های مبنی بر مجروح شدن وی اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه بیستم ماه مهر ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش نخست برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر آخرین خبرها که در برنامه امشب نظر به تعطیلی دو شب شنبه و یک شنبه بخش خبر نخست نگاهی خواهیم داشت در بر واقعه تلخ و تراژیک و مرگبار انفجار آنکارا در کشور همسایه ایمان ترکیه که با مرگ نزدیک به یکصد نفر در تمام ساعات گذشته همچنان بر صدر رسانه های جهان جای داشت انفجاری که جمعیت صلح برای دموکراسی را نشانه گرفت. <تصفيق> <تصفيق> sen همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز از شبکه های بیشمار خبری آگاهی یافتی در صبحگاه روز شنبه نیم نیمروز انفجار بمبی از سوی عوامل ناشناس در تجمع و راهپیمایی صلح برای دموکراسی که از سوی گروه حزب دموکراتیک خلقها ترتیب داده شده بود با دو انفجار پیاپی پی موجب مرگ بیش از 90 تن شد که در تازه ترین آمار ارائه شده حزب دموکراتیک خلقها از افزایش تلفات انفجارهای دیروز آنکارا به 128 نفر خبر می دهد. البته منابع دولتی همچنان آمار کشته شدگان را 95 نفر اعلام می کنند. حزب دموکراتیک خلقها به طرفداری از کردها شهرت دارد و راهپیمایی روز شنبه را این حزب سازماندهی کرده بود. دیروز یک شنبه نیز گروه زیادی برای ادای احترام به قربانیان در محل انفجارهای دیروز در آنکارا حاضر شدند و تظاهراتی عظیم حتی در شهر استانبول نیز برگزار شده بود که گزارش تکمیلی ماجراهای ترکیه از جمله تازه‌ترین حمله هوایی دولت ترکیه علیه مواضع پکاکا را از سوی همکارانم در گروه آن سوی خبر خواهید دید و شنید ادامه مروری کوتاه بر خبرهای کوتاه برگزیده با چند رویداد منطقه‌ای دیگر سوریه و ماجرا آفرینی‌های روس‌ها در این سرزمین همچنان بر صدر رسانه های جهان و منطقه جای داشت تازه اظهار موضع پوتین بر پشتیبانی از رژیم اسد که نیت حملات هوایی روس ها علیه موازه داعش را بیش از پیش به چالش کشانده است در این راستا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دفاع از عملیات نظامی روسیه در سوریه گفت هدف آن تثبیت دولت به زعم وی مشروع بشار اسد رئیس جمهور سوریه است آقای پوتین به تلویزیون دولتی روس گفت که مسکو همچنین میخواهد شرایط را برای مصالحه سیاسی در سوریه فراهم کند ایشان این مسئله را که روسیه نه گروه دولت اسلامی داعش بلکه سایر گروه های میان روی مخالف را هدف میگیرد تکذیب کرد در حالی که عمده رهبران جهان بقای اسد را در سوریه مهمترین عامل حل نشدن بحران سوریه میدانند آقای پوتین در مصاحبه یک شنبه خود با شبکه یا روسیه ی وان تیوی بار دیگر گفت که هدف روسیه تثبیت دولت دمشق است ایشان تأکید کرد که بدون حمایت مسکو از آقای اسد این خطر وجود دارد که گروه های تروریستی سوریه را بگیرند ایشان همچنین گفت که دولت آقای اسد تحت محاصره بود است و افزود که پیکارجویان در دروازه دمشق بودند رهبر روسیه همچنین سایر کشورها را ترغیب کرد در تلاش علیه این شر متحد شوند این در حالی است که در سویه های دیگر اخبار ارسالی مانوئل والس نخست وزیر فرانسه شامگاه شنبه دهم اکتبر در مصاحبه گفت که با بقای اسد در قدرت هیچ راه حلی برای سوریه پیدا نمی شود از سوریه کمی آن سوتر به عراق می رویم با تازه های از حمله نیروهای هوایی ارتش عراق علیه کاروان داعشی که گویا البغدادی سرکرده این گروه تروریستی نیز هدف قرار گرفت شاهدان عینی و منابع پزشکی گویا به خبرگزاری رویترز گفتند که رهبران برجسته از گروه حکومت اسلامی یا داعش در حمله هوایی به محل تجمعشان در شهرکی در غرب عراق کشته شدند اما به نظر می رسد که ابوبکر البغدادی رهبر این گروه در میان کشته شدگان نیست همزمان ارتش عراق نیز دیروز یک شنبه 19 مهر ماه در بیانیه‌ای که از سوی تلویزیون دولتی عراق قرائت شد اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور کاروان حامل البغدادی را بمباران کرد اما هنوز خبری از سرنوشت او در دست نیست در بیانیه ارتش عراق آمده است که هسته اطلاعاتی از صغور وابسته به آژانس اطلاعات وزارت کشور بر پایه گزارش های اطلاعاتی دقیق و با هماهنگی با فرماندهی عملیات مشترک موفق شد که در عملیاتی قهرمانان کاروان ابو بکر البغدادی تروریست و همچنین محل تجمع رهبران گروهک داعش را به وسیله نیروی هوایی بمباران کند این بیانیه اضافه می کند که محل تجمع رهبران این گروه نیز به وسیله جنگنده های ارتش عراق هدف قرار گرفت که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از آنها انجامید بیانیه ارتش عراق مدعی است که رهبر گروه خلافت اسلامی توسط برانکارد از محل حادثه منتقل شده وضعیت جسمیش مشخص نیست و سرنوشت او همچنان در ابهام است ارتش عراق همچنین وعده داده است که به زودی اسامی کشته شدگان در حادثه را منتشر خواهد کرد این تازه ترین گزارش غیر قطعی از سوی ارتش عراق در مورد احتمال کشته یا زخمی شدن البغدادی است چرا که پیشتر نیز به دفعات از زخمی و یا کشته شدن البغدادی سخن به میان آمده بود که همواره تکذیب گردید خبرهای منطقه ای را با چند خبر کوتاه از ایران پی میگیریم احضار کاردار کشور امارات عربی متحده از جمله رویدادهایی بود که گویا تنشهای منطقه جمهوری اسلامی را با کشورهای حاشیه خلیج فارس هر روز بیش از گذشته تشدید می کند و نشان می دهد. گویا در پی بازداشت نه معلم ایرانی در روز چهارشنبه در ابوظبی وزارت خارجه ایران دیروز یکشنبه 19 ماه مهر کاردار امارات را در قیاب سفیر این کشور به وزارت خارجه فراخواند و خواستار آزادی هرچه زودتر این معلمان شد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا کاردار امارات متحده عربی در تهران گفت که مجوز کار این نه معلم برای دوبه بوده و هنوز مجوزی برای اشتغال این افراد در ابوظبی صادر نشده است. به گفته خبرگزاری ایرنا این معلمان از سالهای گذشته با مجوز کار و اقامت مربوط به دوبی به صورت متعارف در ابوظبی نیز تدریس می کردند و مشکلی نداشتند در سوی دیگر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه ایران در گزارش اعلام کرد که پلیس امارات متحده عربی روز چهارشنبه این نه محل... معلم ایرانی را با وضعیت بسیار نامطلوب با دستبند بازداشت کرده است در همین حال خلیل الله بابالو رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور گفت که این معلمان روز دوشنبه آزاد خواهند شد که بر اساس گزارش های منتشر گوییا چنین شده است. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که همینک و در بخش میانی و دوم برنامه جستار و مروری خواهیم داشت بر آخرین مطالب منتشره در روزنامه های امروز دوشنبه بیستم ماه مهر ایرانی تمامی روزنامه های امروز به طور یک پارچه جنجال برجام در مجلس و جدال دو طیف تندروها و دولتیان را منتشر کردند و در قالب تیتر یک گزارش گفتگو سر، سرمقاله و یادداشت های اختصاصی با استاب گسترده ای داده بودند واژه یک شنبه نیز تک کلمه و در واقع کلید واژه‌ای به کار رفته در تیتر تمامی روزنامه ها بود از جمله روزنامه یا آفتابی است که از یک شنبه تهدید نوشت این روزنامه سیمای قذب کرده روح الله حسینیان را نشان می دهد که گویا به نمایندگان دولت تهدید به مرگ می کند در این میان روزنامه ابتکار صریحا از تهدید ظریف و صالحی به اعدام از سوی نمایندگان تندرو از جمله حسینیان نوشت بعضی با واژه یکشنبه همان گونه که اشاره کردم کلید واژه تیتر روزنامه ها در دو سوی تیف بازی زیادی کرده بودند اعتماد از یک شنبه تلخ نوشت در حالی که روزنامه وطن امروز نزدیک به مردان احمدی نژاد که عمدتا با واژگانی سخیف و خیابانی راهی خیابان های شهر می شود از یک شنبه سرکاری نوشت ادامه با بازخانی روزنامه ها روزنامه شرق اما تمام نیم صفحه اصلی را با تصاویری از صحنه های جنجال و جدال پارلمانی و دولتیان در دفاع از برجام اختصاص داد و با دو واژه جنجال ناکام صفحه نخست را آراست شهروند با خانشی دیگر و دوگانه‌ای راهی پیشخانه نشریات شد نجات برجام سقوط اخلاق قانون نیز با اعلام اینکه مخالفان برجام مسئولان را تهدید به قطع کردند با کنایه از دفن دیپلماسی زیر سیمان افراتیگری نوشت که گویا اشاره داشت به تهدید جناه تندرو از جمله حمید رسایی و روح الله حسینیان که گفته بودند ظریف و صالحی را زیر نیروگاه هسته‌ای عراق دفن میکنیم و رویشان را سیمان میگیریم که به آن اشاره کرده بود روزنامه قانون روزنامه آرمان نزدیک به دولت و تنی چند از مردان عملگرایان هاشمی تهدید به اعدام صالحی در خانه ملت را کمدی تراژیک گروه پایداری ها در سحن علنی مجلس خوانده بود این روزنامه با اعلام تصویب طرح کلیات جنجالی برجام از آن به عنوان شوک 139 رأی مجلس به دلواپسان یاد کرده بود بر اساس گزارش منتشره در روزنامه اصلی کشور مجلس ایران دیروز یک شنبه در نشستی که با جنجال و تنش همراه بود، کلیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام را با 139 رأی موافق در مقابل 100 رأی مخالف تصویب کرد. و رقم می میزنیم با روزنامه دیگر و موضوعی دیگر در برنامه امشب اظهارات محسنی ایجعی بخش عظیمی از صفحات روزنامه ها رو در واقع به خود اختصاص داد از جمله صدور حکم نهایی جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی در حبس به این موضوع اختصاص یافته بود روزنامه تجارت تیتر نخست رو به این موضوع بست بر اساس گزارش روزنامه های امروز سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز یک شنبه گفت که حکم پرونده جاسوسی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران صادر شده البته با این حال ایشان اصل حکم رو اعلام نکرد که چه هست چند سال حبس یا چیزی هست اعلام نکرد قلام حسین محسنی اجرعی در کنفرانس خبری تلویزیونیش گفت حکم این پرونده صادر شده که البته قابل اعتراض است و هنوز فرصت مدت زمان اعتراض به پایان نرسیده است این مقام قضایی گفت که مدت اعتراض از زمان اعلام حکم 20 روز است سخنگوی قوه قضایی تاکید کرد نمیداند که آیا حکم به متهم ابلاغ شده است یا خیر ادامه می هم با دیگر موضوع باز هم با همین مضمون و زمینه یعنی موضوع قضایی و این بار محمود احمدی نجات حضوری پررنگ در عمده روزنامه های امروز داشت از جمله روزنامه ابرار به نقل از سخنگوی قوه قضایی اعلام کرد که پرونده محمود احمدی نژاد همچنان مفتوح است ابتکار و بهار نیز به این موضوع پرداختند گویا بر اساس گزارش این روزنامه ها قوه ایران نیز در اطلاعیه اعلام کرده که دادسرا در پرونده شکایت احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری قرار منع تعقیب صادر کرده است این اطلاعیه ساعتی بعد از نشست خبری غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضایی منتشر شد که در آن گفته بود شکایت به دادسرا آمده و مطرح است و طبیعتا در این خصوص از طرفین برای پاسخگویی دعوت می شود اما از اینکه پاسخ کتبی به اظهارات جهانگیری داده ان یا نه اطلاعی ندارم صدور این قرار به این معناست که شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی عملا پیگیری نخواهد شد ادامه میدهم و ورق میزنم در وقت باقی مانده با سایر مطالب در روزنامه ها. از جمله نکاتی که برخی از روزنامه ها در خلال سخنان محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه به آن اشاره کردن همان و نشینی آشکار این روحانی تند خوی نرم روی نظام فقها ها بوده که پیشتر با نیش و هایی عمل محمد جواد ظریف را صرفاً به خاطر دست دادن با اوباما مساق جاسوسی دانست و دیروز گفت که منظورش وزیر خارجه نبوده است بر اساس گزارش روزنامه های منتشره در تهران خبرنگاری به صحبت اخیر محسنی اجعی در مراسمی اشاره کرد که گفته بود آیا با سازش دست دادن کوتاه آمدن و بش کردن مشکلات کشور حل می شود؟ سوال کرد که آیا منظور شما از این سخنان دست دادن وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اوباما بوده است که گویا محسنی اجعی این گونه پاسخ داد منظور من خطاب به فردی که شما گفتید نبوده است آنچه که گفتم این بوده که نفوذ دشمن و همکاری که با دشمن می شود از دو طریق است که یکی جاسوس اصطلاحی نامیده می شود یعنی فردی که مستمری بگیر است و اخبار طبقه بندی شده را به صورت مکتوب در اختیار دشمن قرار می دهد محسنی اجعی سخنگوی قوه قضائیه در تکذیب ذکر مستاق خود از محمد جواد ظریف که بسیار در روزنامه ها جنجال آفریده شده بود با تاکید اشاره کرد که من به هیچ عنوان و هیچ وقت وزیر امور خارجه و شخص خاصی مد نظرم نبوده است برنامه رو پی میگیریم با یادداشت ها و تحلیل های منتشر در روزنامه ها یادداشت ها و تحلیل ها و ستون های اصلی بیشتر روزنامه ها هم حول برجام و تهدید به ظریف و صالحی متمرکز بوده روزنامه بهار در گزارش اصلی شماره امروز در حالی از عبور برجام از گردنه تهدید به مرگ خبر داد که به نقل از صالحی مدعی شد که با قسم جلاله به من گفتن روی تو سیمان میریزیم و تو را می میکنیم در این راستا روزنامه بهار نزدیک به جمعی از تحول ایرانی در یاد داشتی با عنوان بیش از سهمشان میخواهند در نقد به اقلیت دلواپس و تهدید و جنجالشان اشاره کرد که اقلیت سیاسی در ایران متاسفانه بیش از سهمشان از قدرت میخواهند و به جای آنکه به این باور برسد که بر اساس آزادی و دموکراسی موجود در قوانین به آنها این اجازه داده شده است تا سخن خود را مطرح کنند که مردم و دیگر همکارانشان با شنیدن صدای استدلالشان به آنها توجه کنند از آنجا که پای استدلالشان چوبین است با روش های غیر دموکراتیک میخواهند جای بیشتری برای خود بگشایند و انتظار دارند تا این خواسته غیر معقول را تحمیل کنند در سوی دیگر همه اینها در حالی که کیهان روزنامه تحت امر رهبری ایران صریحا دولت را متهم کرد که آرای معخوذه مهندسی شده بود کیهان در این اتهام افکنی با واژگانی نیشاکند نوشت که طرح کلیات بقا با جنجال مهندسی شده رأی آورد و اما روزنامه امتیاز که عمدتا به مسائل اجتماعی توجه ویژه دارد همراه با چند روزنامه دیگر البته به نقل از قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به ورود روانگردان ها با مارک ایرانی در بازار مواد مخدر بی و سامان و افسار گسیخته ایران هشدار داده بود و با این موضوع برگزیده از روزنامه امتیاز وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب از محضر شما یکا یک خوبان خداحافظی کنم تا درودی نو و دیداری دوباره با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود